هجدهمین روز آبان ماه برابر با 9 نوامبر سال 1252 خورشیدی برابر با 1873 میلادی، زادروز علامه محمد اقبال لاهوری، متفکر مسلمان پاکستانی که در شهر سیالکوت دیده به جهان گشود. اجدادش از برهمنان کشمیر بودند که به دین اسلام گرویدند. اقبال لاهوری تحصیلات قرآنی را در یکی از مساجد زادگاهش شروع نمود و بعد از اتمام دوره مکتب برای گذراندن دوره‌های ابتدایی و متوسطه به کالج رفت. علامه سروده‌های خود را در ابتدا جهت اصلاح به داغ دهلوی می‌داد. داغ دهلوی نیز پس از مدتی اعتراف کرد که اشعار اقبال نیاز به تصحیح نداشته و از داشتن چنین شاگردی فخر و مباهات می‌کند. علامه پس از اتمام کالج در رشته فلسفه در دانشگاه لاهور ادامه تحصیل داد و با اتمام دوره فوق لیسانس از دانشگاه پنجاب عهده‌دار تدریس در رشته‌های تاریخ، فلسفه و علوم در همان دانشگاه گردید. اقبال چندی هم به عضویت مجلس قانونگذاری انتخاب شد و سپس پیشنهاد تشکیل دولت پاکستان را در جلسه سالیانه حزب مسلم لیگ در الله‌آباد مطرح نمود. سال 1349 خورشیدی برابر با 1970 میلادی، در گذشت شارل دو گل، سیاستمدار مشهور و شخصیت برجسته نظامی فرانسه و رئیس جمهور پیشین این کشور که پس از اتمام دوره دانشگاه نظامی و شرکت در جنگ جهانی اول به عنوان نظریه پرداز و تئوریسین نظامی مشهور شد. دو گل به عنوان جوانترین ژنرال فرانسه به وزارت دفاع دولت این کشور دست یافت و به هنگام بروز تهدیدات جدی آلمان به فرانسه در جریان جنگ جهانی دوم، پیشنهاد اختصاص بیشترین بودجه دولتی را برای مدرنیزه کردن ارتش داد. در پی شکست نیروهای فرانسوی از آلمان، دو گل به جای تسلیم و همکاری با رئیس و فرمانده پیشین خود مارشال پتن که به مصالحه با آلمانی‌ها تن در داده و حکومت ویشی را تشکیل داده بود، به انگلستان گریخت و رهبری نهضت مقاومت فرانسه را بر عهده گرفت. ژنرال دوگل پس از پایان جنگ زمام امور فرانسه را به دست گرفت و رسماً به مقام ریاست جمهوری فرانسه برگزیده شد و سپس قانون اساسی جدید فرانسه را تنظیم کرد. سال 1368 خورشیدی برابر با 1989 میلادی، تخریب و برداشته شدن دیوار برلین بین آلمان شرقی و غربی. پس از آنکه اوضاع اروپای شرقی به کلی دگرگون شد، در حالی که گورباچوف برای شرکت در جشن‌های 40مین سالگرد تأسیس جمهوری دموکراتیک آلمان شرقی به برلین رفته بود، مقدمات برکناری اریک هونکر از رهبری آلمان شرقی توسط رهبر شوروی فراهم آمد. سقوط هونکر که نزدیک به 17 سال رهبر بلا منازع آلمان شرقی بود، موقعیت حزب کمونیست حاکم بر این کشور را به شدت تضعیف کرد. تحولات گسترده در بلوک شرق به اصلاحات در جوامع کمونیستی و فروپاشی ساختار سیاسی این کشورها منجر گردید. وقوع این حوادث در نهایت به برچیده شدن دیوار برلین انجامید و مردم آلمان شرقی و غربی برای اولین بار پس از 28 سال توانستند آزادانه به نیمه دیگر آلمان سفر کنند.